به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. شمارش معکوس تا بازی سرنوشت. آیا رویای ایران برای صعود به مرحله دوم جام جهانی جامعه عمل می پوشد؟ در ادامه این 60 دقیقه اعتراض به گرانی در پی افزایش شدید قیمت ارز، بازاریان در تهران و چند شهر دیگر ایران اعتصاب کردند. انتخاب مجدد اردوغان به ریاست جمهوری ترکیه، این بار با اختیارات بیشتر. ناظران بین المللی میگویند انتخابات عادلانه نبود. و قطار صلح در مرز دو کره با حضور نوازندگان مشهور. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم و در ادامه برنامه نگین شیراغایی هم با شما خواهد بود. فوتبال رقابتی جهانی و پرطرفدار است، ولی بازی نیم ساعت بعد ایران با پرتغال در جام جهانی برای ده‌ها میلیون ایرانی از این هم فراتر می‌رود. در روزهایی که از زمین و زمان بر ایران دشواری می‌بارد، 11 مرد میدان می‌توانند با یک برد شیرین جشنی ملی را رقم بزنند و فضا را دگرگون کنند. فضایی که این روزها دستخوش اعتصاب و اعتراض و نارضایتی اقتصادی است، البته ما در ادامه برنامه با آن می‌پردازیم. اما پیش از آن، تیم ملی ایران آماده است که تا کمتر از نیم ساعت دیگر پا به توپ شود. تصاویری هم که الان می‌بینید استادیوم آزادی در تهران و تماشاگرانی که آماده دیدن این بازی می‌شوند. اجازه بدید که بریم به سارانسک در روسیه، محل برگزاری این بازی. تصاویری که میبینید تصاویر زنده است از همین شهر و استادیوم مرکزی این شهر نچندان بزرگ. تا نیم ساعت دیگه شاهد یک بازی خواهد بود که برای ایران یک بازی تاریخیه. اگر بتونه این بازی رو ایران به نفع خودش تموم بکنه، میره به مرحله دیگه ای از جام جهانی که تا حالا هیچ وقت ایران شاهدش نبوده. بنابراین بازی است بسیار بسیار مهم برای ایران که میتونه تاریخ ساز بشه در همین شهر، شهر سارانسک، که ما همین الان تصاویر زنده اون رو میبینیم. و خبرنگار ما کاوه مشکات هم از سارانسک روسیه، محل برگزاری این مسابقه، با ماست. فضا در اونجا فضایی است حاکی از شور و هیجان در میان ایرانیانی که تعدادشون هم کم نیست. کمی از حال و هوا در اونجا بگو. فضا از دیشب که ما در واقع وارد سارانسک شدیم، یک فضای آمیخته و امید هست. همه ایرانی ها، همه کسایی که اونجا هستن، اینجا هستن و برای تماشای این بازی به شهری اومدن که شهر دورافتاده ایه، یعنی شاید میتونیم شهری با 300 هزار نفر جمعیت، همه امید دارن که ایران برای اولین بار بتونه به مرحله بعدی صعود بکنه. من با ایرانیای مختلفی حرف زدم، هم دیشب هم امشب، راجع به موضوعات مختلف. خیلیاشون همون بحثی که اول تو هم اشاره کردی جمال، خیلی امیدوارن این جشن، این پیروزی بتونه مشکلاتی که ایران امروز داره و امروز شاهدش هستیم باعث بشه بتونن با اون به فراموشی بسپرن. خیلی ها امیدوارن، خیلی ها میگن که ما میتونیم این بازی رو ببریم و برای اولین بار به مرحله دوم صعود بکنیم. جو مثبتیه. البته با پرتغالی ها هم صحبت کردم، پرتغالی ها خیلی به تیمشون اعتماد دارن و میگن ما رونالدو رو داریم و ما با رونالدو مطمئنا میتونیم تو این بازی ایران رو ببریم و به مرحله بعدی صعود بکنیم. ولی فراموش نکنیم این بازی برای هر دو تیم بسیار بازی سختیه. من با خبرنگاران پرتغالی که صحبت میکردم، اونا میگفتن که اصلا این بازی بازی آسونی نیست. هر دو مربی همدیگر رو بسیار خوب میشناسن و اینجوری نیستش که ما فکر بکنیم پرتغال خیلی راحت این بازی رو میتونه ببره. ولی فضایی که اینجا حاکمه بین ایرانیان یک فضای امیدواریه و اونا امیدوارن که این پیروزی بتونه در واقع تیم ایران رو برای اولین بار به مرحله دوم جام جهانی در واقع هدایت بکنه. من با ایرانیان مختلفی صحبت کردم که میتونیم نظراتشون رو با هم دیگه بشنویم. من بازی دیگه هم دیدم. حالا دفعه اولمون بود که استادیوم می اومدیم، خیلی
اشتیاق و هیجان داشتم، به خصوص سر بازی مراکش که هم دفعه اولم بود هم گل زدیم، خیلی خوب بود. بعد بین این ملت‌های دیگه که باهاشون رفت آمد و اینا بودن یا هم صحبت می‌شدیم، حالا محض فوتبال اینا که پلیفونی و اینا بود، ولی آخر سر همه با هم دست برادری و دوستی می‌دادن و همه معتقد بودن که ما آدم ها، ما ملت ها همه یکی هستیم، اگر سیاستی یا چیز دیگه ای هم هست دست آدم های معمولی نیست. بعد هم این که حالا امیدواریم که این بازی رو خوب بازی کنیم، سخته، معلومه که سخته، ولی خب حالا کیروش اینقدر مربی خوبی بوده که ما ها که هیچ وقت امید نداشتیم که حتی به جام جهانی برسیم، الان امیدواریم که شاید پرتغال هم بتونیم ببریم. امروز روز بازی ایران و پرتغال، ما یه هفته از روسیه ایم اونجا، همه ایرانی خیلی خوب استقبال کردن، شرایط خیلی خوب، ایدال، همه چی خوبه. فقط یه مشکل کوچیکی دیشب ما اینجا داشتیم، بچه ها یکم حالا نمیدونم کار ناجوانمردانه بود، رفته بودن برای تیم نذارم بخواب، آره این کار درستی نبود، ولی امیدوارم که این جبو خوب رو بتونیم نگه داریم و بازی پرتغال رو 100% ببریم. شماری از هواداران تیم ملی ایران بود در سارانس که به نظر میاد خیلی هم در هواداری خودشون پروپا قرص ایستادن. کاوه، در میان هواداران میدیدیم که کسانی بودن که با روحیه خیلی بالا حرف از این میزدن که ایران باید ببره. ترکیب اصلا معلوم هست، خصوصا ترکیب تیم ملی ایران یا تیم رقیب؟ بله، ترکیب در واقع حدود یک ساعت پیش اعلام شد تو ورزشگاه که پشت سر من میبینین، اعلام کردن بازیکنان تک تک. تغییری که ما تو تیم ملی ایران میبینیم، کارلوس کیروش بار دیگه از مجید حسینی مدافع جوان استقلال در خط دفاعی استفاده کرده، تغییری که از عریض جهانبخش بازی رو شروع کرده و این نشون میده که کارلوس کیروش به دنبال مساوی در این بازی نیست و کریستیانو رونالدو هم در تیم مقابل هست. تغییری آنچنانی رو در تیم پرتغال من ندیدم تو این فرصتی که اومدم، ولی ترکیب ایران عوض شده تا حدودی میتونیم بگیم. احسان آیسفی بازیکن که فکر میکردیم که به بازی نمیرسه، یه مصونیتی داشت در بازی با اسپانیا، ولی به این بازی رسیده. ولی چیزی که میتونیم بگیم راجع به ترکیب ایران، ترکیب هجومی‌تری نسبت به بازی اسپانیا و حتی بازی مراکش، و این نشون میده که کارلوس کیروش به دنبال برد و صعود به مرحله بعدی. همینطور که داری توضیح میدی، ما تصاویر زنده ایران میبینیم از سارانس که هواداران دو تیم رو میبینیم، پرچم ایران و پرتغال رو در هوا تکان میدادن. تکنیک ایران تحت عنوان دفاع فشرده توصیف شده، یعنی اینکه اولویت بر این بوده که گل نخورن و بعد هم بیشتر تمرکز بوده بر روی ضد حمله ها. گفتی که به نظر میاد تغییر کرده، آیا اینطور هست که ما شاید حمله های بیشتری باشیم از طرف ایران؟ ما باید یادمون باشه که ایران به هر حال برد براش لازمه در این بازی، یعنی اگر مساوی هم بکنه باید در بازی همزمان مراکش باید اسپانیا رو ببره، پس بهترین نتیجه برای ایران نتیجه برده. و کارلوس کیروش، بله ما شاهد بودیم که در سالهای اخیر با یک سیستم دفاعی همیشه بازی کرده، ولی هر چقدر که به این جام جهانی نزدیک شدیم و به خصوص در بازی با اسپانیا در 35 دقیقه آخر، بسیاری از کارشناسان فوتبال دنیا اذعان کردن که اونها تصور میکردن ایران یک تیم کاملا دفاعیه، ولی در 35 دقیقه پایانی بازی اسپانیا کاملا شاهد بودیم ایران توانایی اینو داره که بازی تهاجمی هم بکنه، بازی ترکیبی داشته باشه. و خب ما حالا میبینیم که کارلوس کیروش ترکیب رو عوض کرده و ترکیب به نسبت هجومی تر به نسبت بازی اسپانیا قرار داده و خب این میتونه نوید یک بازی جذاب رو برای هوادارون هر دو تیم داشته باشه. اسپانیا در مقدماتی فقط یک باخت داشته، تقریبا شبیه ایران، مدافع عنوان قهرمانی در اروپا هست البته، اگر پرتغال اگر این دفعه
برنده جام جهانی بشه. شاید در جمله یک تعداد معدودی از تیم‌هایی هستش که همچین افتخار رو به اسم خودش ثبت کرده. به رونالدو اشاره کردی، طرف مقابل چه اشتهای خیلی زیادی دارند اونها برای گلزنی و گل زدن، چه تاکتیکی رو میشه از آرایش تیمی اونها حد زد؟ چیزی که ما راجع به پرتغال میدونیم، خب پرتغال یه انتقادی که بهش هست میگن بیش از حد روی رونالدو اتکا کرده. حداقل ما تو دو تا بازی که از این تیم دیدیم، این تیم شاید بهتر بگیم یک تیم رونالدو محور یا یک بازیکن محوره. ولی بحثی که خبرنگارا و مفسران پرتغالی داشتن، میگن ما امیدواریم که در این بازی، در بازی مقابل ایران، بازیکنان دیگری که داره مثل برناردو سیلوا که در منچستر سیتی بازی میکنه، بازیکنی که بسیار تکنیک خوبی داره و خب ما بازیش تو منچستر سیتی دیدیم، توانایی‌هاش رو دیدیم، این بازیکنان بتونن در این بازی، در بازی مقابل ایران بتونن عملکرد مثبتی داشته باشن و بار در واقع با کل بازی و حتی گلزنی به دوش رونالدو نیفته و ما دیگه نگیم که پرتغال تیم یک بازی کنه، یعنی تیمی که هستش که فقط رونالدو میتونه در اون گل زنی بکنه. اونها هم امیدوارن که پرتغال بتونه در این مسابقه همه بازیکنانش به اندازه رونالدو خوب بازی بکنن و بتونن جلوی ایران نتیجه بگیرن. کاوه اگه با ما باشی و خوشخبر باشی، ما این برنامه رو هم ادامه میدیم. اگر ایران گل بزنه، اگه بازی به نفع ایران باشه، برنامه 60 دقیقه ما هم ادامه پیدا بکنه. ممنونم از کاوه مشکات از مقابل استادیوم مرکزی سارانس که تا دقایق دیگر، در حقیقت تا کمتر از نیم ساعت دیگه، شاهد یک بازی مهم و تاریخی برای ایران در همون استادیوم پشت سرش خواهد بود. و اما اینجا در لندن همین الان فرزاد فرزاد رو داریم. در نقطه دیگه از شهر شماری از ایرانیان جمع شدند، مثل اون چیزی که در استادیوم آزادی دیدیم، البته نه البته در اون حد، نه اونقدر بزرگ، ولی اونها هم میخوان با همدیگه این بازی رو ببینن، بازی که بسیار 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 توجه رو به خودش جلب کرده. فرزاد از فضا بگو. جمال، من در یکی از کافه ها یا بارهای شرق لندن هستم، یک محلیه که بین جوانان بسیار طرفدار داره، تعداد زیادی از ایرانی ها اومدن، هرچند هنوز تقریبا یک نیم ساعتی به بازی مونده ولی دارن وارد میشن، هم تو تعداد زیادی پرتغالی رو دارم میبینم که وارد این محل دارن میشن. این تنها کافه نیستش که ایرانی ها و پرتغالی ها اومدن، در بسیاری دیگر از نقاط لندن از غرب تا شرق این شهر همه جمع شدن. شاید کمتر موردی باشه به اندازه فوتبال که اینقدر همه رو از همه نگاه های مختلف، از همه طیف های سیاسی، از همه قومیت ها در بین ایرانی ها با هم متحد بکنه و همه علیرغم همه اختلافایی که دارن جمع بشن و یک تیم رو تشویق بکنن. مطمئنم که در شهرهای دیگر اروپا و نقاط دیگر دنیا هم شرایط مشابهی در جریان هست. تقریبا 5 روز پیش که بازی قبلی ایران اسپانیا بود، هم من در یکی دیگر از کافه ها بودم در لندن که اون موقع البته ارتباط زندمون با مشکل روبرو شد، اونجا هم پر بود از ایرانی ها، شاید نزدیک 300 ایرانی جمع شده بودن و با شدت تیم رو تشویق میکردن و حمایت میکردن از تیم فوتبال ایران. امروز بازی بسیار حساس‌تر هست، برد و باختمون سرنوشت بقای ما رو در جام جهانی 2018 روسیه مشخص خواهد کرد، بنابراین انتظارها خیلی بالا هست و مردم اینجا در لندن هم با اشتیاق بازی رو دنبال میکنن. ممنونم از فرزاد فرهزاد. امیدواریم که بازی به گونه‌ای رقم بخوره که فرزاد فرهزاد و همینطور طرفداران تیم ایران خوشحال بشن. ممنونم از شما و فعلا ادامه برنامه با نگین. و همونطور که شنیدید، در ایران التهاب بازار ارز به بازار بزرگ تهران کشید. بنابر گزارش ها، مغازه های بازار بزرگ و خیابان های اطراف در اعتراض به افزایش قیمت ارز تعطیل شدند. گزارش هایی هم درباره اعتصاب بازاریان در چند شهر دیگر از جمله کرج و جزیره قش منتشر شد. به گفته شاهدان، در مواردی نیروی انتظامی برای متفرق کردن معترضان از خشونت و شلیک گاز اشکاور استفاده کرد. همزمان رئیس بانک مرکزی ایران هم گفته که ارز لازم برای واردات موجود است و جای هیچ نگرانی نیست. رعنا رحیم‌پور و جزئیات بیشتر. بحران ارز بالاخره به بازار بزرگ تهران رسید. بی بی سی تصاویر متعددی از اعتراضات دریافت کرده. در این تصاویر دیده می شود که بسیاری از مغازه ها تعطیلند و هزاران معترض شعار می دهند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. اعتراض مغازه‌داران به سیاست منطقه‌ای حکومت ایران در چند سال اخیر.
اینجا پاساژ کاشانی. آنها با شعار ببندش از سایرین می‌خواستند که به اعتصابشان بپیوندند. اعتراض به خیابان‌های اطراف بازار هم کشید. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان به خشونت متوسل شدند. همراه خواهرم بودم، مشغول فیلم گرفتن بودم که به سمتم حمله کردن، خواستن گوشیمو از من بگیرن و به چشم خودم دیدم، اما متاسفانه نتونستم فیلم بگیرم که یه پسر جوونو چجوری توی پیاده رو کتک زدن. فکر کنم ضربه مغزی شده باشه، اونجوری که با بوتون زدن تو سرش. این تصاویر هم از اعتصاب طلافروش‌ها در کرج به دست بی بی سی رسیده. همزمان گزارش‌هایی دریافت کردیم درباره اعتصاب بازاریان در جزیره قشم. در حالی که بسیاری از معترضان علیه سیاست‌های منطقه ایران که تصمیم‌گیری درباره آنها بر عهده نهادهای فرادولتی است شعار می‌دهند، روزنامه‌های اصولگرا به دولت حسن روحانی می‌تازند. روزنامه کیهان با این تیتر گفته بعضی مسئولین بدانند که مشکل از نحوه مدیریت آنهاست، نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت‌های بیرونی. وطن امروز هم با انتشار عکسی از کوهنوردی روز جمعه رئیس جمهوری، دولت را به فراموش کردن مشکلات اقتصادی مردم متهم کرده. اون بخش دوم این اقدام که بازار ثانوی است. همزمان رئیس بانک مرکزی ایران از توافق درباره تشکیل یک بازار ثانوی ارز خبر داد، در حالی که پیشتر خبر احتمال چند نرخی شدن ارز را رد کرده بود. به گفته ولی الله سیف، کالاها به 4 گروه تقسیم می شوند. کالاهای اساسی و حیاتی که از محل فروش نفت ارز 4200 تومانی به آنها تخصیص می یابد. دوم کالاهای ضروری که ارزشان با همان نرخ 4200 تومان تامین می شود، اما از محل 80% صادرات غیر نفتی، یعنی شرکت های پتروشیمی، فولاد و معدنی، و از محل سامانه نیما. سوم کالاهای عادی که از محل 20% صادرات کالاهای غیر نفتی انجام می شود که شامل صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی می شود. قرار است نرخ ارزی برای این کالاها نرخ توافقی باشد. و سرانجام کالاهای ممنوع الورود که مشابه داخلی دارند. بازار بزرگ اعتصاب کرده، از ما این دارن میان میرن به سمت بالا. کل مغازه ها بسته. رئیس کل بانک مرکزی گفته مشکلی در تامین ارز برای واردات این کالاها وجود ندارد. آقای سیف گفته تنش در بازار نتیجه تلاش‌های خارج از کشور برای الغای التهاب در بازار است. گفته‌های رئیس بانک مرکزی اما این معترضان را آرام نکرده. همانطور که تلاش‌های چند هفته اخیر نتوانست آرامش را به بازار برگرداند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، دلار آزاد امروز با کاهش 500 تا 1000 تومانی تقریباً بین 8 تا 8500 تومان به فروش می‌رسد. رنا رحیم‌پور، بی بی سی. جمعی از کاسبان بازار که در اعتصاب امروز شرکت کردم هم از دلایلشون برای تعطیل کردن مغازه‌هاشون به ما گفتن. کسبه بازار مبل هستم، کار ما به شدت وابسته است به این قیمت دلار و نوسان ارز و نوسان و بازار. ما الان یه سری سفارش داریم که برای تهیه پارچه که اکثرا اون پارچه های چینی یا تک و توک پارچه های ترکه، کاملا به مشکل خوردیم. ما سفارشو گرفتیم بر مبنای پارچه متری 40 تومان، الان اون پارچه رو باید متری مثلا 80-90-100 اگر پیدا کنیم تهیه کنیم، و الان موندیم زیر بار مسئولیت سفارشامون. نمیتونیم سفارش کنسل کنیم چون یه تعهد اخلاقی و قانونی داریم، فاکتور امضا کردیم، نمیتونیم تولید کنیم بدیم که باز اون خودش میشه ضرر. اصلا قیمت ها مشخص نیست، بعد از اون ور مشتری نیست، قیمت ها چند برابر شده. مواد اولیه واسه تولید نیست، تولید کننده ها سردرگمن. تولید کننده ها یه سری تولید میکنن، بعد هر جنسی که میخوان مواد اولیه که میخوان دفعه بعد گرون میشه، ما اصلا خودمون نمیدونیم جنس ها چه قیمت بدیم. بعد از اون برم مشتری نیست بخره، مردم ندارن بخرن. تا پارسال مثلا یه لباسو
بود مثلا 50,000 تومان میومد سه ماه یه بار میخرید، الان اون لباس شده 150,000 تومان، سال یه بار هم نمیاد بخره چون خرجای دیگه هم داره. خب تولید کننده ورشکست میشه، بازاری ورشکست میشه، اصلا بالا رفتن دلار به نفع مردم ایران نیست. بنده کاسب یکی از اصناف تهرانم، قطعات یدکی میپوشم. 4 ماه خونه نشین شدیم، هر کاری میکنیم که جنس بفروشیم نه کسی میخره نه کسی میپوشه. موندیم چیکار کنیم؟ والا ما حقیقتا موبایل فروشی داریم. قبلا ما یه جنسی میخریدیم مثلا 7 تومن 8 تومن میدادیم 10 تومن، الان قیمت خرید خودمان شده 13,500. به مشتری هم هر چقدر میگیم گران شده مشتری باور نمیکنه. الان دقیقا ما حدودا 2 ماه بازارمان کامل خوابیده، یعنی حتی کرایه مغازرم در نمیاریم. صحبت‌های برخی از کسبه رو شنیدید که به اعتصاب پیوستن از دلایلشون گفتن. علی مزروی نماینده پیشین مجلس ایران و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ششم از بروکسل همراه ماست. آقای مزروی، قبول دارید که الان دیگه وضعیت اقتصاد ایران بحرانیه؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، خب این کاملا روشن هست که وضعیت اقتصادی ایران در شرایط بحرانی قرار دارد و البته دلایل چندگانه ای رو برای این شرایط بحرانی میشه بهش اشاره کرد و این من بیشتر میخواستم ببینم که یه خورده اگه راجع به همین بحرانی بودن شرایط حرف بزنیم، میخوام ببینم که این بحران رو چقدر عمیق میدونید و چقدر قابل برگشت و اصلاح میبینید. ببینید یکی از دلایل این بحران این هست که نظام تصمیم گیری در ایران نمیتونن در برخورد با این شرایطی که به هر حال به دلیل خروج امریکا از برجام، تشدید تحریم ها و همینطور دلایل داخلی ایجاد شده است به یک اجماع برسن و بتونن یک سیاست مشخصی رو در واقع اجرا کنن. اون چه که الان ما در صحنه تصمیم گیری اقتصادی میبینیم نوعی در واقع جفزدگی هست و اینکه مجموعه حاکمیت نمیتونه به طور یک نواخت و متناسب با شرایط واکنش نشون بده و به خصوص دولت به نظرم در این شرایط بایسته با مردم گفتگو کنه. عوامل و دلایلی که باعث به وجود اومدن این وضعیت شده است رو توضیح بده، در اینکه یه بخشی از این واکنش هایی که الان ما در بازار میبینیم و اعتراضات ناشی از فضای روانی هست که در جامعه ایجاد شده و نوعی بی‌اطمینانی و عدم ثبات رو در ذهنیت جامعه دامن زده. نکته درست خیلی جالب اشاره کرد، بحث شفافیت بحث مهمیه که دولت باید پیگیری کنه، اما قبل از اون از این حرف زدید که باید یک نوع یک پارچگی در سیاست ها باشه و دولت رو یک بخش، به نظر میومد از حرفاتون دولت رو یک بخش میدیدید. اگر کسی قرار باشه این یک پارچگی رو ایجاد بکنه چه کسی هست؟ آیا دولت از دید شما یا نه مثلا آقای خامنه ایه؟ مجموعه ارگان ها و نهادهای حاکم و طبیعی است که این در واقع در رهبری و رئیس جمهوری تجلی پیدا مونه، ولی خب قوه مجریه، قوه قضاییه و همینطور مجلس بایستی دست به دست هم بدن و در برآورد این شرایط و تحلیلش با هم اشتراک نظر داشته باشن. من همینجا بگم مثلا یکی از مسائلی که به این افزایش نرخ از در چند روز گذشته دامن زده به دلیل همین بحث پیرامون لایحه FATF است و اینکه به هر حال ایران اگر به این کنوانسیون FATF نپیونده خب کلیه روابط بانکی ایران با دنیا تحت شعاع قرار میگیره و تا حدودی خود تحریمی در واقع ایجاد میشه. خب این نااطمینانی ایجاد کرده. این در حالی است که ما میبینیم این بحث بین جناهای مختلف داره رفت و برگشت پیدا میکنه و در واقع مردم هم نسبت به این بحثا احساس میکنن که انگار هیچ کسی به اصل موضوع نمیخواد بپردازه. در حقیقت میشود گفت که نوعی فلج در تصمیم گیری به وجود اومده و این خودش رو در بازار نشون میده. اما انتظار میره به هر حال وقتی چه این اتفاقاتی میفته یک نفر دست کم بتونه بگه که حجت تمام، این روشی هست که ما باید انجام بدیم، این راه رو پیش بریم. الان شرایطی که میبینیم
شما به روشنی اشاره کردید، انقدر چند پارچه از تصمیم گیری ها و این رو در ذهن تداعی میکنه، شاید بخشی از بی‌اعتمادی هم از این بیاد که به نظر منفعت شخصی یا سیاسی بیشتر در معرض منبع تصمیم گیریه تا منفعت ملی. خب اینو که نمیشه نفی کرد، ولی من فکر میکنم در واقع مسئله فراتر از منفعته. مسئله برمیگرده به دیدگاه ها و در واقع نوع نگرشی که دو جناح سیاسی موجود در کشور که به نوعی در حاکمیت فعلا مشارکت دارن در واقع بازتاب پیدا میکنه. ببینید یک نوع نگاه در واقع که ما بیشتر اون رو مبنای نظریه توطئه میدونیم، نوع نگاهش به جهان و مسائل پیرامونی ایران به شدت بدبینانه است و به تنش در روابط ایران با دنیا دامن میزنه، و خب نوع نگاه دیگری عکس این هست و سعی میکنه که با دنیا تنش زدایی بکنه. طبعا اگر این دو نوع نگاه نتوانند به یک جمع‌بندی مشترک برسند، این وضعیت دوگانه منجر به همین آثار روانی میشه در بازار و به این وضعیت آشفته دامن زده. ممنونم از فرصتی که ما دادید. علی مزروی نماینده پیشین مجلس ایران همراه. نارمی های امروز در پایتخت ایران و چند شهر دیگر افکار عمومی را در این کشور متوجه عمق بحران سیاسی و اقتصادی در کشور کرده، بحرانی که گریبانگیر حکومت ایران شده. کسری ناجی در گزارشی میگوید که این نارمی ها فشار را بر حکومت برای شروع مذاکره با آمریکا برای حل این بحران زیاد میکند. تظاهرات امروز در تهران بزرگترین اعتراض بازاریان و کسبه طی 6 سال گذشته است. از هنگام این تظاهرات در خیابان‌های مرکزی تهران در اعتراض به سقوط ارزش ریال و بگیر و ببندهای صرافان و معامله‌گران است. من تأیید می‌کنم نظری را که در آن هنگام اعتراض‌ها تغییر دولت و نرمش ایران را در مذاکرات هسته‌ای در پی داشت، نرمشی که رهبر ایران آن را نرمش قهرمانانه توصیف کرد. امروز حالا اوضاع دوباره بحرانی است، شاید بحرانی تر از 6 سال پیش. این موانع رو همین دیروز بود که وزیر خارجه ایران تصویر تاریک از آینده این کشور به دست داد، از اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور و تهدیدهایی که متوجه ایران است. از اصولگرا، اصلاح طلب، بیخط، مخالف جمهوری اسلامی، مخالف دولت، هممون توی کشتی نشستیم. هدف نه دیگه نظام جمهوری اسلامیه، نه دولت آقای روحانیه، هدف ایرانه. این ایرانه که برای بعضی اهداف و تمایلات مانع. این ایران رو میخوان نابود کنن. خیال نکنیم اگه آقای روحانی رفت اصولگرا موفق میشه، خیال نکنن بعضیا اگه جمهوری اسلامی رفت اونا میان سر کار. در تهران امروز اما شعارها حاکی از آن بود که خیلی ها رهبران و مقامهای کشور را مسئول این وضعیت کشور میدانند، با تندروی هایشان، با بی‌اعتنایی هایشان به خواسته های آنها. حالا امروز روزنامه تایمز مالی مصاحبه ای با فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس که مدتی طولانی را به علت رهگویی پشت میله های زندان گذراند. او گفته است باید قبل از آن که شرایط بدتر شود با آمریکا مذاکره کنیم. هیچ گزینه دیگری نداریم. راه حلی پیدا نشود، کشور ممکن است به سمت فروپاشی برود. او میگوید بحران در همه زمینه‌ها به اوج رسیده و نظام وانمود میکند همه چیز عادی است. او اضافه میکند حس میشود روحانی مسائل کشور را رها کرده است. مذاکره با آمریکا را در یکی دو هفته اخیر بعضی از فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران مطرح کردند، چیزی که مخالفانی هم در میان همین فعالان سیاسی در داخل و خارج دارند. کسانی که میگویند مذاکره از نقطه ضعف را توصیه نمی کنند. اما مشکل اینجاست که وضعیت ایران ممکن است حتی ضعیف‌تر هم بشود. کسری ناجی، بی بی سی. شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا و مسای شهیر سالس، تغییر در سیاست خارجی ایران آیا میتونه حل کننده مشکلات باشه؟
ببینید مشکلات اقتصادی ایران خب همه میدونن، بخشش سوء مدیریت هست، رانت هست، فساد هست، لیست بالا بلندی هستش. ولی همونجور که شما گفتین مشکل اصلی و مادر مشکلات اقتصادی ایران در واقع مسئله سیاست خارجی ایران هستش. این سیاست خارجی ایران باعث شده که وضعیت ریال در مقابل دلار به این وضعیت در بیاد که پشت سر اون مسئله تورم، گرونی، بیکاری و فلج شدن اقتصادی هستش. و در رأس همه این مسائل، همونجور که همه ماها به طور طبیعی و فطری میدونیم، مشکل درگیری با آمریکا هستش. این از اکتبر سال گذشته که ترامپ در واقع شدت داد حرکاتش نسبت به ایران، وضعیت ریال بدتر شده و مادر مشکلات اقتصادی فعلی ایران همینه. دیروز آقایی به اسم آقای قاسم نوروزی، یکی اقتصاددان هستش، استاد دانشگاه و پژوهشگر، مصاحبه طولانی داشت، اتفاقا درست به همین نکته اشاره کرده که مشکل اصلی اقتصاد ایران اقتصادی نیست، بلکه مسئله سیاسی و سیاست خارجیش هستش. افرادی میگن که آمریکایی ها به کمتر از تغییر رژیم در ایران راضی نمیشن. چه اصلا راهی غیر از مقاومت وجود داره با توجه به وضعیت فعلی؟ ببینید، اول ببینیم مثلا این سوال درستی یا نه، آیا آمریکایی ها به کمتر از تغییر رژیم رضایت میدن یا نه. سیستمی که الان سر کار هستش، دولتی که الان در آمریکا هستش، من معتقدم که شاید این حرف در موردش درست باشه که به کمتر از تغییر رژیم رضایت میده. ولی ما یادمون نره دوران آقای اوباما زیر شدیدترین فشارها پشت ایران ایستاد، با نتانیاهو درگیر شد، آقای نتانیاهو بدون اطلاع اومد تو کنگره آمریکا سخنرانی کرد و ما میدونیم تو سنا با چه وضعیتی، با طولانی کردن سخنرانی ها، سناتورهایی که حامی برجام بودن نداشتن رأی گیری انجام بشه. بنابراین اگر زمان اوباما هدف آمریکا تغییر رژیم بود که این همه داستان و درگیری با نتانیاهو و اسرائیل و اینا پیش نمی اومد و لابی اسرائیل. بنابراین اینجوری نیستش که آمریکا دو بخش هستش نسبت به ایران. یک بخشش سیاست تغییر رژیم رو دنبال میکنه، درسته که آقای ترامپ هم با تشکیلاتی که پشت سرش هستش بخشی از اون است، ولی بخش دیگه با این جریان مخالف هستن و معتقدن که با مذاکره میشه و با دیپلماسی میشه مشکلات دو کشور رو حل کرد. حالا این که گفتین چه راه حلیه، حالا سوال بعدیتون بفهمید، من به نظرم راه حل‌ها را میگم. خب همین، بعضیا میگن که اگر ایران بتونه دو سه سال مقاومت بکنه شاید مشکلات برطرف بشه. آیا میشه گفت که چنین سناریوی محتمله؟ آخه ببینین، شما یکی از پایه‌های نظام رو گذاشتن دشمنی با آمریکا. ظرف دو سه سال که هیچی، 20 سال آینده این مسئله حل نمیشه تا وقتی که این هست. ببینید، بحث این هم نیستش که ایران بره اونجا، چون بلا فاصله وقتی صحبت مذاکره میشه عده در ایران این برداشت رو میکنن و تعمدن هم این برداشت رو میکنن که مقصود اینه که ایران تسلیم آمریکا بشه. نه، همچه چیزی نیستش. کشورهای اصلا مثل ویتنام با آمریکا در جنگ بودن، 3 میلیون کشته ظرف 20 سال به دست امریکایی ها به صلاح صورت گرفته در ویتنام. الان شریک اول تجاریشون آمریکا هست، سیستمشون هم کمونیستی، مخالف آمریکا هم هستش. اینطوری نیستش که حتما باید آدم تسلیم بشه و ظرف دو سه سال هم هیچ اتفاقی نمیفته، چون این یک جریان در آمریکا، فقط مختص آقای ترامپ هم نیستش. من معتقدم ایران باید تو این مقطع روابطش رو با اروپا گرم نگه داره. اروپا به تضاد افتاده با آمریکا، باید از این تضاد استفاده بکنه ایران. و من معتقدم که باید این چانه زنی با بریتانیا و فرانسه و آلمان رو ادامه بده ایران. درسته که روزای سختی در پیش خواهد بود، ولی حداقل این فشار حد اکثری رو از رو ایران برخواهد داشت. ایران اگر از برجام خارج بشه، همجور که دیروز ظریف گفتش، وضعیت خطرناکی براش ایجاد میشه، برای اینکه امریکا هم در مقابلش قرار میگیره و اوضاع خیلی وخیم میشه. کار دیگه که ایران باید بکنه، این تضادهای داخلی که هستش، معلوم نیست ایران. من اتفاقا با یک نفر در مقامات اتحادیه اروپا در تماس ایمیلی هستم، به من میگفت تو ایران معلوم نیستش اصلا حرف رو کی میزنه. آقای روحانی اومدش اینجا و گفتش که ما روابطمون اگر برجام صورت بگیره با امریکا درست میشه، خوب میشه، ولی از اون طرف یه دفعه دیدیم آقای خامنه‌ای ممنوع کرد هر نوع مذاکره. باید این تضاد در داخل ایران حل بشه. با این تضاد نمیشه این سیاست و این وضعیت هم
قابل تداوم نیست به نظر من. متشکرم از شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا با ما. بعد اضافه بکنم که همین الان بازی شروع شده، بازی بین ایران و پرتغال، دقایق 3:04 بازی هست. به محض اینکه اطلاعات تازه به دست ما برسه حتما میتونید در این صفحه، در این بخش پایینی و متن‌های پایینی صفحه ببینید. فعلا بگم که بیرانوند، رضاییان، حسینی، پورعلی گنجی، آش صفی ابراهیمی، عزت اللهی، جانبخش، امیری، طارمی و آزمون در ترکیب هستند. دست دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. به دنبال بی‌ثباتی کم سابقه در اقتصاد ایران و اعتراض‌های گسترده در بازار تهران، مشاور و دستیار نظامی رهبر ایران گفته گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می‌شود. سلشگر یحیی رحیم صفوی گفته ایران در دولت‌سازی مشکل دارد. مشاور آیت الله علی خامنه‌ای عدم رسیدگی به مشکلات مردم در اداره‌های دولتی را دلیل نارضایتی عمومی و اعتراض‌های به وجود آمده دانست. شرکت هواپیماسازی ATR میگوید سفارش‌های ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند تحویل بدهد. به گفته مدیر عامل این شرکت ایتالیایی فرانسوی قرار بود 12 هواپیما در سال 2018 به ایران تحویل داده شود. ایران در بهار سال 1395 قرارداد خرید 20 فروند هواپیما را با شرکت ATR امضا کرده بود که 8 فروند آن را تحویل گرفته. صدها نفر در شهر میمنه در مرکز ولایت فاریاب در شمال افغانستان به افزایش ناامنی‌ها در این ولایت اعتراض کردند و تحصن کردند. معترضان در نزدیکی دفتر سازمان ملل، فرماندهی پلیس، دفتر والی و اداره امنیت ملی تجمع کردند و خواهان اقدامات عملی برای تامین امنیت شدند. مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند از 2 روز پیش عملیات نظامی را آغاز کردند و ده‌ها روستا را از شورشیان پس گرفتند. گفته می‌شود طالبان تا 1 کیلومتری حومه‌های میمنه رسیده. وزیر کشور ایتالیا برای بحث درباره بحران پناهجویان به لیبی سفر کرده. ماتئو سالوینی پیشنهاد درخواست پناهندگی کسانی که میخوان وارد اروپا شوند رو در مراکزی در شمال آفریقا بررسی میکنه. این پیشنهاد نیازمند بازنویسی قوانین بین‌المللی در مورد مهاجرت است. ایتالیا در روزهای گذشته از پذیرش کشتی‌های حامل پناهجویان سر باز زده. شمارش آرای انتخابات دیروز ترکیه به پایان رسید و نتیجه غیر رسمی نشان می‌دهد که رجب طیب اردوغان در جایگاه ریاست جمهوری باقی می‌ماند. حزب آقای اردوغان عدالت و توسعه البته نتوانست اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس را به دست بیاره، اما همراه با حزب حرکت ملی ائتلافی تشکیل داده. محرم اینجه رقیب اصلی آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری نتیجه را پذیرفته و از آقای اردوغان خواسته به عنوان رهبر همه مردم ترکیه حکومت کند. انا رهبر یک حزب. مهراد فرهمند از استانبول گزارش می‌دهد. میلیون‌ها هوادار رجب طیب اردوغان بار دیگر به خیابان‌ها ریختند و جشن گرفتند. 16 سال است این مرد و حزبش پیروز همیشگی انتخابات بودند و بر همه تحلیل‌ها و نظریه‌های حاکی از اینکه او دیگر پایگاه مردمیش را از دست داده خط بطلان کشیده. نطق ظفر اردوغان اعلامیه‌ای به مخالفانش بود در داخل و خارج که در همچنان بر پاشنه قبل خواهد چرخید. ترکیه با این رأی به ثبات انتخاب کرد که با فتح الله گلن و تروریست و همه گروه‌های تروریستی به مبارزه ادامه میده. این نتیجه همینطور نشون میده که تلاش برای آزادی سوریه ادامه خواهد داشت و درهای خانه‌های امن ما به روی مهمانانمون باز خواهد موند. ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenli evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir. Sayın Başkan, مشارکت 87% مردم در انتخابات هم کم سابقه بود. مشارکتی که به باور ناظران دو قطبی بود و همچون همه پرسی، یا نه به اردوغان یا آری به او. نتیجه هم تایید اردوغان شد. هیچ انتخاباتی از این دست ما نداشتیم در ترکیه که نه بر محور حضور یا عدم حضور یک
شخصیت کاریزماتیک فرهمند بخواد بنشینه، بلکه بیشتر بر اساس، یا شاید به داوری من، بیشتر بر اساس نوع رفتار سیاسی یک حکومت در سالهای آینده باید چشم دوخت. جامعه ترکیه به یه حدی رسیده، از این در حقیقت سنویتی که وجود داره باید رها بشی، یا باید در این کمپ قرار بگیریم یا باید در این کمپ قرار بگیریم. اردوغان انتخاباتی رو برد که بیشتر پیشبینی ها حاکی از آن بود که به دور دوم کشیده خواهد شد و چه بسا در دور دوم او با چالش جدی روبرو شود. خیلی خیلی ناراحتم. به عنوان یه دختر همه ی حقوق ما به خطر افتاده. دیگه موندن تو این کشوری که نظام آموزشیش از سر تا پا به زنان بهانه میده خیلی سخته. اردوغان پیروز شد، اما قرار است این دیگر آخرین پیروزی انتخاباتی او باشد. او در 5 سال آینده یا باید جانشینی برای خود بپرورد یا برای ماندن همیشگی در قدرت طرحی نو در اندازد. مهرداد فرهمند، بی بی سی، استانبول. خبرنگار ما مهرداد فرهمند از استانبول همراه ماست. مهرداد، در گزارشت هم اشاره میکنی که به نظر می اومد که رقابت خیلی نزدیکتر از این باشه و آقای اردوغان دست کم به مرحله دوم کشیده بشه اعلام پیروزیش. چه شد که اینطور نشد؟ درسته. در واقع این محاسبه رو حتی خود سیاسیون هم اینطوری کرده بودن. محرم اینجه وقتی که امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد گفت که پیش بینی می‌کرده، محاسباتی که داشته این بوده که حزب خودش همیشه همون رقم 25% که همیشه در ترکیه میگیره به دست بیاره و دو حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب نوظهور خوب، اونها هر کدوم 12% و همچنین حزب اسلامگرای کوچک سعادت هم 3% رای بیارن، به ترتیب اینها برن بالای 50% بشن. و همین رو هم در مورد ریاست جمهوری پیش بینی می‌کرده که خودش بالای 30% رای بیاره و آقای اردوغان هم زیر 50%، و در نهایت این انتخابات به دور دوم کشیده بشه. ولی خودش هم اعتراف کرد که محاسباتش غلط بوده. نظرسنجی ها هم خیلی ها رو به اشتباه انداختن به نظر میرسه، که اگر در یک ماه گذشته به نظرسنجی ها نگاه بکنید، ارقامی که داده بودند اساساً ربط چندانی نداره به اون چیزی که در نتیجه انتخابات اومده. و به نظر میرسه که خیلی ها حساب میکردند، یا مثلا ناظران سیاسی، تحلیلگران، گویا فقط مردم برخی، اون هم نه همه، بلکه برخی از مردم شهرهای بزرگ رو در نظر گرفته بودند و جمعیت‌هایی رو که هواداران همیشگی مثلا حزب جمهوری خلق بودند. و دیدیم که دو گردهمایی بسیار بزرگ و تاریخی هم در ازمیر و استانبول داشتند و اینها باعث شده بود که نتونند بخش بزرگتری از جامعه ترکیه و تصویر بزرگتری از ترکیه رو ببینند و در نهایت پیشبینی‌هاشون غلط از آب در اومد. چقدر واکنش آقای اینجه قابل پیشبینی بود؟ چون به نظر خیلی راحت پذیرفت پیروزی آقای اردوغان رو. واکنش آقای اینجا به این دلیل بود که خب به هر حال جای آنچنانی هم برای اعتراض نداشت. اگر که درست آقای اینجا گفت که تخلفاتی شده، ولی هر چقدر هم تخلف شده باشه یا تقلب شده باشه، انقدر فاصله رأی او با اردوغان زیاده، یعنی 10 میلیون فاصله دارن، 10 میلیون رأی. خودش همین رو گفت، با 10 میلیون رأی رو نمیشه با تقلب پر کرد. بعد هم در طول انتخابات، در طول دیروز، فقط از دو استان ارزروم و اورفا بود که گزارش رسید که ناظران حزب جمهوری خلق رو سر صندوق‌های انتخابات در بعضی مناطق راه ندادن، در صندوق‌های رأی گیری و درگیری شده. اما اونجاها به خصوص اورفا جایی است که اساساً حزب جمهوری خلق آنچنان پایگاه رأی نداره و این دو استان هم نمیتونست نتیجه کلی انتخابات رو عوض بکنه. بنابراین جایی نداشت آقای اینجه برای اعتراض، دلیلی برای اعتراض نداشت که بخواد با اتکا به اون بخواد نتیجه رو نپذیره. و بعد هم نتیجه رو علاوه بر اینکه پذیرفت، رفت به آقای اردوغان هم تبریک گفت.
ممنونم مهداد. مهداد فرهمند خبرنگار ما از استانبول همراه ما. پاییز گذشته که بیش از 700 هزار پناهجوی روهینگیایی از میانمار گریختند، گزارش‌های گسترده‌ای از تجاوز جنسی اعضای ارتش برمه یا میانمار به این پناهجویان منتشر شد. مراکز امدادرسانی هشدار دادند که این تجاوزها ممکن است به صدها یا حتی هزاران بارداری، سقط جنین و تولد نوزادان ناخواسته و رها شده منجر شود. دن جانسون خبرنگار جنوب آسیا بی بی سی به اردوگاه پناهجویان در بنگلادش رفته و پای صحبت تعدادی از قربانیان این خشونت‌های جنسی نشسته. تازه یک هفته شده، هنوز اسم ندارد، اما شادی زندگی تازه‌اش زیر سایه آنچه بر سر مادرش آمده کم رنگ شده. بلاهایی که بر سر آسیب پذیرترین افراد آمده. The soldiers caught me before I could run away. سربازها قبل از اینکه بتونم فرار کنم گرفتنم. به هم تجاوز کردن. شبش دوباره به هم تجاوز کردن و همینطور صبح فرداش و دوباره عصر. And that afternoon. میگوید یک بار فرار کرده ولی دوباره گیر افتاده و باز بارها و بارها به او تجاوز شده. بالاخره با کمک دیگران از مرز رد شد و فرار کرد. تازه آن موقع بود که فهمید باردار است. او با دشوارترین دوراهی زندگیش روبرو بود. آن هم در حالی که تنها 17 سال داشت. سخت جنین گناهه. همینطور سربنیست کردن بچه. اونا گناه کردن. من هیچ کار اشتباهی نکردم. پدر بزرگ و مادر بزرگش تنها اعضای باقی مانده خانواده او هستند. مادر و پدرش مفقودند و احتمالاً کشته شدند. در میان صدها هزار پناهجو، امدادگران خودشان را برای کمک موجی از نوزادان ناخواسته آماده می کنند. هرچند تا کنون تعدادشان زیاد نبوده. احتمال زیادی وجود داره که بچه‌هایی که این روزا به دنیا میان بچه‌های ناخواسته باشن. در نتیجه لکه ننگ و شرمساری روی پیشونیشون میچسبه. ما سعی می‌کنیم در حد امکان بهترین شرایط رو برای رشد این بچه‌ها فراهم کنیم. آثار خشونت جنسی را روی بدن خیلی ها میتوان دید. زنانی که با آنها تجاوز شده، کتک خوردند و بچه‌ها و همسرانشان را کشتند. این زن باردار شده بود ولی بچه‌اش سخت شده. او به من گفت دلش می‌خواست بچه‌اش را نگه دارد چون دو پسرش کشته شدند. برای ما سخت است که دقیقاً بفهمیم چند نفر در اینجا قربانی شدند. اینجا دو مجهول بزرگ وجود داره. یکی این که نمیدونیم دقیقاً به چند زن تجاوز شده، چند تاشون بچه رو سخت کردن و چند تا بچه تو این شرایط به دنیا آمدن و چه بسا رها شدند. مسئله بعدی بحث عدالته. آیا هیچ تحقیقی روی این مسئله انجام میشه؟ و آیا بالاخره کسی به عنوان مسئول این جرم و جنایات معرفی میشه؟ این درد زندگی خیلی ها را تحت تأثیر قرار داده و آثارش تا مدت ها با اونها خواهد بود. چطور تونستن با من این کار رو بکنن؟ اگه این اتفاق نیفتاده بود میتونستم ازدواج کنم و زندگی عادی داشته باشم، اما وقتی بچه‌ام رو میبینم دلم پر از عشق میشه. دان جانسون، بی بی سی نیوز، این در بالوکالی رفیوجی کمپ. همین الان بازی ایران و پرتغال جریان داره. 15 دقیقه بلکه بیشتر از این بازی گذشته، نتیجه 0-0. ولی نکته جالب این هست که در بازی دیگه بین اسپانیا و مراکش، مراکش یک گل زده. آره، همچنین بعد ببینیم که اون بازی به کجا میرسه، چون به هر حال مساوی ایران در این لحظه هیچ کمکی به ایران نمیکنه. ایران حتما باید فعلا برنده بشه. تا الان که دفاعی بازی کردن و تلاش کردن طبق سیستم قدیم از ضد حمله استفاده بکنن، اما نتیجه ای تا الان نداشته. اول البته خب اول به تهاجمی شروع کردن هر دو تای اونها، ولی تازه ترین تحولی که در میدان افتاد این بود که یک ضربه سرکش ایستگاهی رونالدو تبدیل شد به یک کورنر برای اسپانیا و اون کورنر رو هم نتونستن به موقعیت گل تبدیل بکنن. ولی خب ببینیم که چی میشه.
اما جشنواره موسیقی به مناسبت 68مین سالگرد آغاز جنگ کره در منطقه غیر نظامی مرز دو کره برپاست. جشنواره قطار صلح میزبان گروه‌های موسیقی مشهور آسیایی و همینطور اروپایی بود. جشنواره سه روزه برای کمک به بهبودی روابط بین کشورها و همینطور روند صلح در این منطقه. گزارش ببینیم از سوفی لانگ. این فستیوال قطار صلح DMZ هست و ایده این کار پارسال وقتی همکارم مارتین البورن اینجا بود به ذهنمون رسید. Back last year. Well, it started as a mad idea about 9 months ago. نه ماه پیش با یک ایده نچندان جدی شروع شد. البته خیلی هیجان انگیز. خوشحالم که اتفاق افتاد. آدم هایی که اومدن عالی هن. ولی اون موقع تنش خیلی زیاد بود. دائم شاهد آزمایش موشکی بودیم. احساس میکردیم که واقعا باید یه کاری کرد. و الان اتفاقات واقعا زیادی در جریان است. در حالی که این هنرمندان در ساختمان‌های برنامه اجرا می‌کنند که هنوز زخم‌ها و آثار درگیری‌های قبلی را بر تن دارد، به نظر می‌رسد نتایج دیدار تاریخی اخیر آرام آرام در حال بروز و ظهورند. در این منطقه مرزی که شاهد مرگ خیلی ها بود، 34 هنرمند از 7 کشور مختلف برنامه اجرا می‌کنند به امید روند برقراری صلح. اما یا جمع کردن آنها در اینجا سخت بود؟ راستش اولش شبابم منفی بود. نه، خیلی ایده بد و خطرناکیه. وقتی موافقت کردم بیام اینجا وضعیت اصلا خوب نبود. ولی حالا با شرایط فعلی وضع بهتر و میتونه بهتر هم بشه. این که بتونی با صدات باعث تغییر بشی و وضعیت کنونی رو تغییر بدی خیلی خوبه. عالیه. اینجا ایستگاه ولچانگلیه در مرز بین دو کره، محل کشته شدن هزاران نفر در طول فقط 10 روز. این صحنه ایه که معمولا اینجا دیده نمیشه. موزیسین ها تنها با فاصله چند متر از منطقه غیر نظامی در حال نواختن هستند. پشت اون حصار سیاه یکی از پاسداری شده ترین مرزهای جهانه. مردم اینجا امیدوارن برنامه های مثل این کمک کنه تا این حرکت رو به صلح ادامه پیدا کنه. This project is about culture having a bigger impact. این پروژه درباره تأثیر فرهنگ روی ایجاد صلح و امیدوارم با این حرکت کوچیک بتونیم به آرزوهای بزرگ برسیم. سوفی لانگ، بی بی سی نیوز، در کوریان دیمیلیتریزد زون. همین الان ایران یک موقعیت خوب رو در بازی با پرتغال به دست آورده بود. یک ضربه ایستگاهی که البته این ضربه به گل تبدیل نشد و پاتریسیو دروازه‌بان تیم ملی پرتغال خیلی خوش شانس بود. حدوداً 20 دقیقه از بازی، بیشتر از 20 دقیقه از بازی گذشته، ولی اون طرف بازی اسپانیا و مراکش نتیجه تا اینجا 1-1 شده. اسپانیا تونسته که گل خورده رو جبران بکنه. اما بازی‌های جام جهانی خب همین روز تماشاگران زیادی رو در افغانستان پای تلویزیون میکشه، مثل خیلی جاهای دیگه از دنیا. شمار مخاطبان شبکه محلی که بازی‌ها رو به شکل قانونی در این کشور پخش می‌کنه در زمان پخش این بازی‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده. خبرنگار ما ارشاد هنریار در کابل میگه جوانان افغانستان در کنار تماشای این بازی‌ها به شیوه‌های مختلف از تیم‌های مورد علاقه خودشون حمایت می‌کنن، از تیم ملی ایران در همین بازی گرفته تا انگلیس و آلمان و تیم‌های دیگه. جالب است پاناما بهتر بوده در این دقایق. ساعت 5 عصر به وقت محلی، رستوران در غرب کابل، صحنه آشنا هنگام پخش بازی های جام جهانی. پیر و جوان گرد آمده و با دقت تمام به صفحه تلویزیون خیره شده اند. فرق نمی کنه وسط روز باشه یا نیمه های شب، علاقمندان به تماشای بازی های فوتبال جام جهانی همین قسم کنار هم میشینن و این بازی ها را با دقت دنبال میکنن. جالبی است که اطلاعات بسیار جالب در مورد تیم های فوتبال و بازیکن ها هم دارن. آقای حبیب صدیقی طرفدار تیم ملی کشور همسایه ایران است و بازی کشور کرواسی را هم دوست داره. طاهر طرفدار تیم ملی بلژیم است و اسد طرفدار تیم ملی آلمان. همین قسم همین جمع هر کدامشان تیم های مورد علاقه شان داره و این بازی هایشان با دقت دنبال میکنن. این روزها شادی و غم بسیاری از این جوانان
وابسته به نتیجه همین بازی هاست. فوتبال بازیه که در افغانستان پرطرفدار است. ما فوتبال خوش داریم با جمع دوستا تا هر وقت شب باشه. من خودم شخصا یعنی تا آخرین تیمی که بازی میشه من شب بیدار هستم. بازی های جام جهانی از روز اول که بازی عربستان و روسیه شروع شده از همون لحظه تا همین لحظه که بازی همین لحظه جریان داره 6-0 از بنف انگلیس تا همین روز کم مگید بازی ها را دیدیم و علاقمند فوتبال هستم. فوتبال یکانه ورزش است که من دوستی شده و تیم ما ارسال بکنه برای دروازه تیم ملی پاناما ارسال بلند موقعیت کف از زمین به گل تبدیل میشه. گل برای انگلستان. اینجا شبکه محلی آریانا فاصله کابل تا روسیه را برای دوستداران تماشای بازی های جام جهانی از میان بر می دارد تا تماشاگران در افغانستان بدون نیاز به ماهواره بازی ها را دنبال کنند. تلویزیون آریانا به دلیل مسابقات خریداری کرد و قانونی نشر میکنه چون علاقمندان خیلی زیادی داره فوتبال و تماشای فوتبال در کشور و همچنان مردم دسترسی کمتر دارن به ماهواره و نمیتونن از طریق ماهواره تماشا بکنه. به همین دلیل تلویزیون آریانا ایره خرید که هم علاقمندان خودش از زیاد بکنه، بیننده های خودش از زیاد بکنه و هم بتونه که فوتبال نشر بکنه به مردم افغانستان و از طریق جام جهانی شمار بیننده های شبکه جهانی آریانا افزایش پیدا کنه. فوتبال افغانستان پس از سالها رکود با فروپاشی طالبان دوباره روی پای ایستاد. در 5 سال اخیر یک بار قهرمان جنوب آسیا هم شد. از آن زمان تا کنون جایگاه این کشور در رده‌بندی فیفا تغییر قابل ملاحظه کرده. از رده 198 در سال 2003 تا 145 در سال گذشته. برای افغانها تماشای بازی تیم کشورشان در جام جهانی در حال حاضر آرزویی است دست نیافتنی. ارشاد هنریار، بی بی سی، کابل. در تهران نمایشگاهی از آثار 228 عکاس مطرح ایرانی در گالری راه ابریشم روی دیوارها رفته. این نمایشگاه کتاب 20 روز دیگه در گالری راه ابریشم برپاست همزمان شده با چاپ کتاب 228 که آثار همین تعداد عکاس رو در خودش جا داده. با نگاهی به تعدادی از عکس‌های این مجموعه 60 دقیقه رو به پایان می‌بریم.